99 نگاهتان به افق باشد ولی مراقب زیر پایتان هم باشید روابط بر اساس ارزش های بلند مدت و اقدامات کوتاه مدت شکل می گیرند. شما باید اهداف و نیازهای بلند مدت خود را در هر رابطه ای در نظر بگیرید. این چشمانداز بلند مدت به رابطه شما ارزشی را می دهد که شما باید آن را هر روز و هر لحظه در قالب تعهدتان به رابطه ای سالم ابراز کنید. در این مورد هم مانند خواسته های دیگر زندگیتان باید در بلند مدت امیدوار باشید و نیازهای کوتاه مدتتان را ببینید. وقتی جورجیا اوکیف نقاش، همسر آلفرد استیگلیتس، عکاس مشهور، دائما درباره گذراندن تابستان در ساوت وست صحبت میکرد، موجب ناراحتی او می شد. او خلوتگاه خانوادگیشان در لیک جورج را در شمال نیویورک بیشتر ترجیح میداد، ولی همسرش اینطور فکر نمیکرد. سرانجام جورجیا تصمیم گرفت به تنهایی به محل مورد نظرش برود. اوکیف به دوستانش گفت که اولین تابستانی که در ساوت وست سپری کرد برای او سعادتی محسوب می شد و در هیچ دورانی از زندگیش احساسی به آن خوبی را تجربه نکرده بود. ولی از نظر استیگلیتس اینطور نبود. او آن را شاید پرزحمت تجربه زندگیش می خاند. او جورجیا را نام باران می کرد. در یک روز پانزده نامه از سوی او دریافت می کرد. ولی آلفرد با دوستانش سرگرم بود و وقتی جورجیا برگشت درباره دو علاقه جدیدش با او صحبت کرد. پرواز با هواپیمای آبنشین بر فراز هودسون و نواختن موسیقی کلاسیک با ویکترولای جدیدش. او هرگز پیشنهاد جورجیا برای ملحق شدن به او در آنچه که جورجیا آن را دور دست من نامیده بود قبول نکرد. ولی وقتی از اولین سفرش بازگشت از او عکس های زیادی گرفت بیشتر از عکس هایی که در عرض یک سال گرفته بود مفهوم فرصت مطالعاتی ازدواج زمان برای تجدید قوا دور از همسر هوادارانی در میان روانشناسان دارد روانشناسی به نام پنلوپ ساندرز گوید همه نمی توانند این کار را انجام دهند. اگر شما اشتیاقی سوزان بنوشتن یا پیاده روی در مسیر آپالاچی یا تحصیل در هند را ندارید مهم نیست. من هوادار جدایی افراد متعهل از یکدیگر نیستم. فقط از گسترش نظراتمان درباره امکانات زندگی زناشویی حمایت می کنم. ساندرز می گوید هر وقت کاری دشوار را به تنهایی انجام می دهید و از عهده آن برمی آیید، درباره خودتان و زندگی احساس بسیار خوبی در شما ایجاد می شود و آن احساسات رابطه زناشویی شما را هم تحت تاثیر قرار می دهند. این به معنای ایجاد دردسر در زندگی مشترک نیست. به عقیده ساندرز، این به معنای تحکیم ازدواج و ایجاد رشد، فردیتگرایی، تجدید رابطه و دنبال کردن رؤیاهاست. شما با این کار زندگی مشترکتان را ترک نمی کنید. آنچه ترک می کنید روال روزمره زندگی زن و است ساندرز می گوید تا زمانی که خودمان را غرق خانواده می کنیم نمی توانیم به خواسته های واقعیمان فکر کنیم همیشه انتظار میکشیم در بسیاری از زندگی های مشترک هر دو طرف به زندگی در یک خانه ادامه می دهند ولی زندگی مشترکشان از هیچ لحاظ زنده نیست نزدیکی فیزیکی معادل نزدیکی عاطفی نیست ساندرز معتقد است فرصت مطالعاتی ازدواج در واقع نوعی سرمایه گذاری بلند مدت شگفتانگیز است. این فرصت می تواند باعث تحکیم رابطه و احساس نزدیکی زوج به یکدیگر شود. برآورده ساختن این نیاز کوتاه مدت تضمینی است بر بهبود سلامت رابطه در بلند مدت. افرادی که از روابط زناشویی خود رضایت دارند، پنج برابر بیشتر از دیگران از دورنمایی بلند مدت به زندگی نگاه می کنند و به جای در نظر گرفتن آینده کوتاه مدت، فعالانه به آینده بلند مدتشان فکر می کنند. آریاجا و آگنو 2001